دیدار خانم رویا قره‌داغی نماینده آراد برندینگ در پرتغال با تاجران آرادی در دفاتر آراد برندینگ در قم. این جلسات حضوری در جهت رشد و ارتقاء سطح ارتباطات تاجران آرادی با نمایندگان خارجی و گسترش تجارت‌های خارجی برگزار شد. داخل ایران نه، ولی خارج از ایران صادرات میشه و اونجا نخش به دست میاد. الیاف خیلی مرغوبی هم هست، ولی حدودا 30% از اون قیمتش بالا در میاد. 100% بزنم اینجا. آره مثلا مانچو یا برام تولید بکنی از این رنج قیمتی بالا نزنه. خب من میگم از این قیمت بالا نزنه، من سعی میکنم توی بازار بهترین رو به مشتری تحویل بدم و خوش قیمت ترین رو بنا به سفارش مشتری. عمده چه؟ عمده تا 80 تموم میشه. خب سلام، وقت شما بخیر باشه. خدا قوت جانانه میگم بهتون، امیدوارم که به بهترین شکل و بهترین نحو اوقاتتون گذشته باشه. سلام و درود خدمت شما و همه آراد برندی ها. منم خیلی خوشحال هستم که امروز کنار شما در جمع واقعا پرشور و فعال و واقعا خیلی خیلی حامیان عالی برای واقعا رشد همگی ما کنار شما هستم. زنده باشید. ما هم همینطور. خودتون رو معرفی بکنید و بفرمایید که از کدام کشور تشریف آوردید و ما با افتخار در خدمت چه نماینده گرانقدری هستیم. زنده باشین، خواهش میکنم. افتخار از بنده هستش. من رویا قره‌داغی هستم، اصالتاً ایرانی الاصل هستم، اینجا به دنیا آمدم، ولی خب در کشور پرتغال سیتیزن پرتغال هستم و الان برای یه مدت کوتاهی آمدم ایران. با شرکت محترم آراد برندینگ آشنا شدم و قصدم اینم هستش که انشالله این ثروت عظیمی که در ایران هست رو بتونیم انشالله دروازه هاش رو در اروپا به خصوص و در دنیا انشالله سهیم بشم در خواهش میکنم. خیلی هم عالی. بفرمایید که تا به الان جلسات چطور بود؟ صحبت ها در خصوص حوزه ها و فعالیت های مختلف چطور بوده؟ خواهش میکنم. واقعا با هر جلسه‌ای که حالا ما داشتیم با تجار بسیار محترم که صاحبان اقتصادی هستن، فعالان واقعا پرشوری که میان اینجا با تمام وجود، یه طوری میشه که آدم انگار موتورش تو هر جلسه انگار تازه روشن‌تر میشه و دلش میخواد که بهتر و بهتر بتونه اون خدماتی که واقعا بتونم به عنوان نماینده برای شرکت آراد برندینگ به این دوستان بدم واقعا تو احساس میکردم. امیدوارم که تونسته باشم واقعا اون حق مطلب رو ادا کرده باشم تا الان. بسیار حمالی. ما خیلی خوشحالیم که امروز در خدمت شما بودیم و همه همکاران من در مجموعه آراد برندینگ خیلی خوشحال هستن که با چنین نمایندگان گرانقدری دارن همکاری میکنن. آراد برندینگ رو به طور کلی چطور میبینید مجموعه؟ خواهش میکنم. ممنون از دعای خیر شما. واقعا آمین. امیدوارم که اینقدر واقعا شکوفایی در کار من ایجاد بشه که جذابیت و اون رشدش باعث بشه که افراد بیشتر ایرانی های زیادی رو به خصوص بکشونه، چون ما خیلی ایرانی هایی داریم که توانمند هستن به خصوص کشور پرتغال یا همه اروپا. دوست دارم جزو اون کسانی باشم که یه جورایی میگم پرچم رو بگیرم دستم، پرچم آراد برندینگ، چون واقعا یه کار دلی بود از اولش، چون این که به هر حال انقدر دروازه های زیادی وجود داره وقتی اروپا هستی، اینو همه میدونن، اما اینکه برگردی و کشورت رو بخوای با خودت ببری، این واقعا یه شجاعت دیگه میخواد که از آراد برندینگ گرفتم و تشکر میکنم از حمایتاتون. دوست دارم که به هر حال اینو تا پایان، تا رسیدن به سودای عالی و درس جهانی
با هم همراهی کنیم و برسیم به اونجا. انشاءالله خیلی همانی و برای من باعث افتخاره که شما یک همچین دیدی نسبت به آراد برندینگ دارید. اگر بخواید که کسانی که واقعا لازم و واجب هست که وارد آراد برندینگ بشن و در حوزه کاری خودشون یک تاجر بالقوه بشن، چطور اونها رو دعوت میکنید به این کار؟ به هر حال این موضوع برمیگرده به این که ارزش های شرکت محترم آراد برندینگ رو و اون تارگت هاشون، اون هدف گذاری هاشون رو به خوبی واقعا خودشون برن مطالعه بکنن، جدا از این که به هر حال بتونن یه تحقیقی بکنن از بین تجار یا نماینده ها که این تجربه رو داشتن، خودشون بیان و واقعا ببینن که اینجا یک مکانی هستش که این کانکشن و این ارتباط سازی ها طوری بسترش مهیا شده که واقعا اصلا کسی باورش نمیشه که اینقدر به رایگان و با عشق این کار داره انجام میشه و حمایت ها هستش که همه به پول و به فراوانی برسن. این اگه هر کسی واقعا بهش برسه خودش، هیچ چیزی نمیتونه جلو اینو بگیره که به هر حال اون فرد توی مسیر نیاد. من میتونم حالا به قول میگن مهندسی معکوسشو گفتم، وگرنه از این ور همیشه میشه، یعنی اون ور دیگه 100%. درسته. ممنونم از اینکه وقت گذاشتین، تشریف آوردین و ما از حضور شما بسیار بسیار مستفید شدیم. خواهش میکنم، برای من هم افتخاری بود واقعا. همینجا واقعا جا داره که از تمام دستاندرکارانی که در شرکت محترم آراد برندینگ زحمت میکشن واقعا یه خسته نباشید جانانه بگم و برای تک تک شما به خصوص و دوستان عزیز و هم به خصوص کسانی که حامی من بودن یه تشکر قدردانی ویژه کنم و آرزوی موفقیت بکنم. انشالله که یک روز باشه همینجا من برگردم و موفقیت هایی که تو این زمینه کسب کردم رو بیام با شما سهیم بشم. به امید خدا حتما که اون روز میرسه. الهی آمین. متشکرم ازتون. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. افسانه مجلسی هستم، ساکن قم هستم، محصولم هم تجهیزات پزشکی هست. خب ببینید، میگم احتیاج به زمان داره که باهاشون بیشتر صحبت بکنیم، ولی برای استارت کار خیلی خوب بود و خیلی استقبال کردن. اختلاف قیمت به هر حال قابل توجه بود براشون و امیدوارم که اتفاقای خوب بیفته. تا الان صادراتی که بوده بیشتر برای من کشورهای اطراف بوده، مثلا ترکمنستان، افغانستان، عراق، پاکستان، ولی خب دیگه حالا با این شرایطی که هست فکر میکنم مسیر داره باز میشه برای اینکه بتونیم به کشورهای بیشتری صادرات داشته باشیم. کلن آراد مسیر به باید داد و هر اون چیزی که الان داریم 100% به خاطر اینه که توی این مسیر قرار گرفت. حسن فرداد هستم، تاجر حوزه کشمش، از ساکن در تهران ولی مسئولم برای شهر ملایر هست. بسیار عالی بود جلسات، بسیار رضایتمند و خوشحال کننده، چون ما تونستیم خیلی خوب از نزدیک و حضوری با نماینده ها صحبت کنیم، محصولمون رو ارائه بدیم و از لحاظ قیمت، حالا نوع کیفیت محصولمون کامل ارائه دادیم و بسیار این خوب بود. چرا؟ چون امیدواریم که به حالا نتایج خوبی ختم بشه. من بیشتر فروشم داخلی بوده و خیلی راضیم از اینکه تونستم خیلی فروشای خوبی داشته باشم و انشالله بتونم حالا صادراتم داشته باشم. حدود یک سال هست که با آراد آشنا شدم، کم کم با کمک آراد، صحبت های اساتید محترم تونستم به نقطه‌ای برسم که خودمو یک تاجر و فعال در این زمینه بین رقبای خودم بدونم. بنده ستار نجف‌آبادی هستم، تاجر انبار حوله از استان البرز. عالی، جلسه عالی بود واقعا، معرفی کالا عالی بود. بعد انشالله که بتونیم همکاری کنیم با این نماینده خارجی. نقشش که بالاخره ما رو بس میکنه به نماینده‌های خارجی، میتونیم با خارجی در ارتباط باشیم، محصولمون رو معرفی کنیم بهشون که انشالله بتونیم صادرات داشته باشیم. من جلسه اول با نماینده هند بودم که محصولات ما رو پسندیدن و قرار بازدید کارخونه گذاشتیم باش، و جلسه دوم با اتیوپی بود
که اونم مسئول پسندیدن، حالا قراره چیزو گفت اوکی میکنیم. دوباره با نماینده پرتغال بود که خانم قرهداغی، اونم که قرار یه دیتاهای به ما بده، ما هم اطلاعات بهشون دادیم که انشالله بتونیم همکاری کنیم با. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خدا قوت خدمت شما، حمید حیدریان هستم از استان مرکزی شهرستان آشتیان. محصولی هم که کار میکنم تو زمینه بیسکویت، کیک و کلوچه هستش. جلسه ببینید، جلسه که من دو تا جلسه رفتم بسیار عالی بود. یکی این که شناختی که رو محصول خودم داشتم، چون خودمون تولید کننده هستیم، شناختم خوب بود و توضیحاتی که از من خواستن و اون اطلاعاتی که لازم بود و میپرسیدن نماینده ها براشون توضیح دادم. اتفاقا دو تا از همین دو تا جلسه‌ای که من رفتم جفتشونم خیلی راغب شدن، حتی قرار شد که یه سری کاتالوگای دیگه هم براشون بفرستم. نماینده پرتغال ایشون خیلی تمایل داشتن که روی محصولات کار بکنن، چون محصولات ما محصولات نوعی هست و به قول گفتنی کشش تو بازار اروپا هم داره. ما هرچی جلسه داشتیم، هرچی نماینده برخورد داشتیم، رفتیم دیدیمشون، صحبت کردیم، همش به خاطر همون آراد هست و این برکت آراد هست که الان ما میتونیم خیلی راحت با نماینده ها صحبت بکنیم. محبوب نورایی هستم، ساکن شهر تهران. محصول من پوشاک هست، پوشاک نوزادی تا 15 سال و زنانه. خیلی عالی بود، من خیلی رضایت بخش بود. فکر میکنم انشاءالله بتونم موفقیت خوبی رو داخل این جلسات داشته باشم و اینکه اوکی به من دادن انشاءالله که بتونیم فروش‌های خیلی خوبی رو بزنیم. من با نماینده کشور پرتغال خانم در قرهداغی یه گفتگوی خیلی شیرین رو داشتم، اطلاعات ریز و درشت رو در خدمت ایشون گذاشتم و استقبال خیلی خوبی از من کردن. امید ما اول خدا، بعدم به آراده. چون خیلی خوشحالم از اینکه توی جمع آرادی ها هستم، تا این لحظه حس بسیار عالی دارم و اینکه قطعا میدونم بدون شک موفق خواهم بود، همینطور که تا حالا موفق بودم. خیلی ممنونم از نیروهای آراد، تشکر میکنم از همه. سلام، سهیلا مرادپور هستم از تهران و در زمینه آجر نسوز فعالیتم رو شروع کردم. من فعلا جلسم امروز با نماینده پرتغال هست و قراره در خدمتشون باشم و تولیدات کارخوردهی که من باش کار میکنم برشون معرفی کنم و اطلاعاتی در خصوص آجر نسوز در خدمتشون قرار بدم. ببینید، نقش آراد در برقراری این جلسات اگر واقعیت رو بخواد 100% موثره. چون ببینید، منی که به عنوان تاجر تازه فعالیتم رو شروع کردم، هم راه و روش رو به من یاد میده، هم به قول معروف شخصیت یک تاجر رو آموزش میده، هم به من یاد میده که قواعد و قوانین رو چجوری باید در جامعه بین المللی تجار رعایت بکنم و اینکه در مذاکره چه نقشی باید داشته باشم و چه صحبتی باید بکنم، اعتماد سازی و خیلی مسائل دیگه که مطمئنن منو کمک خواهد کرد و مطمئنم و موفق‌تر از اون چیزی که من فکر میکنم خواهم بود. بهزاد مرادپور هستم، فعال در حوزه پسته و زعفران از شهر تهران. ما که الان تازه اومدیم جلسه بدیم، الان از نرفتیم داخل جلسه، فعلا منتظریم که نماینده پرتغال رو ببینیم و میدونم که جلسه خیلی خوبی خواهد بود. به نظر من که آراد نقش 100% داشت تو همه قضیه واسبانی این میتینگ ها و ملاقات حضورها تحت نظر آراد صورت گرفت و شرکت آراد برندینگ باعث همه این ملاقات ها شد و باعث شد که کلیه تجار و فعالین اقتصادی بتونن یک دریچه بزرگی بروشون باشه، از نظر اقتصادی بتونن با فعالین اقتصادی دنیا ارتباط بگیرن و اینطوری بتونن محصولات خودشون رو به دنیا بشناسونن و بتونن به فروش برسونن. همونطور که ما با تجربه‌ای که در آراد داشتیم مطمئنم جلسات خیلی خیلی خوب پیش خواهد رفت، خیلی کاربردی‌تر پیش خواهد رفت و نتیجه بسیار مثمر ثمری خواهد داشت.